اونزیله اونزیله. بله خانم جون. بقیه کجا؟ آقا سعیدعلی و نفیسه خانم توی حالن. ها باش ممنون. با احسان حرف زده، میخواد حضانت بچه ها رو از شوهرش بگیره، اما گفتن طول میکشه. موبایل اون مرتیکه یه الدنگ هنوز خاموشه. خاموشه. منم با محمود حرف زدم، گفتم بره دنبالش، اما اصلا به خودش نگرفت. وضعیت قدریه رو بهونه کرد. قدریه اگه بفهمه تیکه پارش میکنه. آره راست میگی. حالا چه کار کنیم آبجی؟ منتظر رضایت عروس خانم باشیم، منتظر تماس اون مرتی که خدا نشناس باشیم، همینجوری دست رو دست بذاریم و تماشا کنیم. میدونی آبجی، قیافه یه پسرک همش جلو چشممه. فکرشو بکن، بچه یه به این کوچیکی چقدر تو زندگیش عذاب کشیده. آخه این درسته؟ خوش اومدی بابا. زنده باشی دخترم، حالت چطوره؟ چی بگم بابا، دل تو دلم نیست. نمیدونم قصه بچه خودم رو بخورم یا قصه ملک. آدم مادر که میشه دل نازکتر میشه. دخترم تو کاری به قصه بقیه نداشته باش. زبونم مو در آورد بس که گفتم بخواب استراحت کن، پا شدی این همه پله رو اومدی بالا. آی دخترم، نه ضرر سرت میشه نه ممنوع. چی کار کنم امه؟ منم آدمم، خیالم راحت نیست. میخوام بدونم کارا رو به راه یا نه، از این بچه خبری هست یا نه. اگه خبری شد بهت میگیم دخترم، تو به هر بهونه‌ای پا نشو بیا. قدریه حالا دیگه یواش یواش برو تو اتاقت، من و آقا جون داریم حرف میزنیم. فهمیدم امه، روزتون بخیر باشه. همچنین. تا اتفاقی براش نیفتاده این حاملگیشو بگذرونه. منو میفرستین پیه نخودسی ها که قصه بچه های ملکو بخورین؟ شما فقط یه نوه دارین، اونم بچه منه. ملک بیا بیرون، بیا ببین دخترت چه غلطی کرده. چی شده؟ مامان من کار بدی نکردم. دفنه قدریه چش شده؟ امه کمک کنید.
الک تو چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ بچم رفت ملک تو چیکار کردی؟ من از خدایو نگم